در فرانسه تعطیلات آخر هفته پاریسی ها امروز بار دیگر با تظاهرات ضد دولتی جلیق زردها همراه بود. این اعتراضات که از سال پیش با تظاهرات رانندگان تاکسی پاریس در اعتراض به افزایش میزان مالیات بر سوخت آغاز شد، اکنون به طیف گسترده ای از اعتراضات اقشار متوسط کم درآمد فرانسه به سیاست های ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری آن کشور تبدیل شده است. پاریس امروز بار دیگر شاهد تظاهرات مخالفان دولت موسوم به جلیق زردها بود. این حرکت با وجودی که شدت و گستردگی ماهای اولیه را از دست داده، اما هنوز به قوت خود باقی است. سال پیش در این اعتراضها حدود 300 هزار نفر شرکت می‌کردند و گاه اعتراضات با خشونت و درگیری‌های گسترده همراه بود. در تظاهرات امروز حدود 200 نفر شرکت داشتند و از دولت مکرون خواستار افزایش قدرت خرید و درآمد عادلانه بودند. امیدوارم سرانجام جلیق زردها و مردم فرانسه متوجه شوند که ما هنوز خواستهای زیادی داریم که بدون پاسخ مانده. تعدادی از مردم در این اعتراضها مجروح و کشته شدند. دولت برخورده منفعلانه‌ای با خواستهای این جنبش داشته و تا حالا نتیجه جز نارضایتی و جوابهای بیخود نبوده. حتی با ما تحقیرآمیز رفتار میکنند. امیدوارم این جنبش دوباره همان انرژی و حرارت سابق را پیدا کند و بتوانیم یک کاری را از پیش ببریم. سازمان دهندگان اعتراضات ضد دولتی با نزدیک شدن نخستین سالروز آغاز حرکت جلیق زردها خواستار برگزاری تظاهراتی در روز 21 ماه جاری میلادی هستند.